امروز مردم تصمیم گرفتند، البته از سالها قبل، که در این منطقه سرخ‌تالا یک بند بسازه با کمک های خیرین خود، با کمک های دوستا و برادرها و وطندارای خود. باور کن که پاتو به نحوی مدیون سرخ‌تالا است، به خاطر از اینکه آب سرخ‌تالا است که در بند رسول الله مارند و بند رسول الله هستند که قریجات پاتو را سرسبز ساختند. این یک ظرفیت بسیار کلان داره که شاید ما مقایسه کنیم با بند کجکی، با بند نغلو، چون اینقدر کوهایی که هست شاید چندین برابر کجکی و نغلو این کوه حجم داره. بسم الله الرحمن الرحیم. گر مرد راه میان خون باید رفت، و از پا فتاده سرنگون باید رفت. تو پا براه درنه و هیچ نپرس، خود راه بگوید که چون باید رفت. ما انشاءالله که در یک موقعیت بسیار مرتفع قرار گرفتم و برای یک اقدام خیر اینجا آمدم. از مهمان ها و از رسانه ها تشکری میکنیم که زحمت کشده در این صعب العبورترین منطقه آمدن همراه ما همراهی میکنن. خوب بود که امروز آقای زکی انصاری در این موقعیت تشریف میداشت. ما فعلا در پایین تر از بلندقاش در منطقه چپقول در سرخ‌تالا قرار داریم و قرار برنامه مسافرین منطقه میدان این منطقه نقشه شده بود که بعد از بند تنگی که در تنگی ترنوا جور شده بود تحت کار فعلا، و بعد از او برنامه دوم نمی منطقه است و قراره که در اینجا یک بند آبگردان ساخته شود بخیر. و این بند آبگردان برای منطقه میدان، تینه میدان، سرچو، قلتود، ولوم و همون قسم در منطقه غجورک مؤثریت داره، زیمابش را میتونن استفاده کنن. یک موقعیت بسیار خوبی از نظر جغرافیایی است، ولی آقای انصاری که مسئول جمع‌آوری کمک ها بود در منطقه میدو، متاسفانه امروز در کابل تشریف دارن به اساس بعض مشکلات. ما به نمایندگی از آقای انصاری و مردم میدو، از کسانی که در جمع‌آوری کمک و همکاری تا هنوز را حمایت کرده این پروژه چپقول را، تشکری میکنم و از حامیان بعدی خواهش میکنم، از قوما، از خیرین، از هموطنا، از خیرین در سطح جهان توقع داریم که این بند را حمایت کنه و این منطقه را از خشکسالی و از قحطی آب نجات بدن. دیگه بیشتر از این مصدی اوقات عزیزان نمیشم. تشکر از اینکه در این نقطه تشریف آوردین. سلام دوستان، بیننده خوب ما و خیرینی که ما را میبینن، کسایی که واقعا عاشق و یا به حساب خواهان سازندگی و بازسازی و ترقی از این وطن است. شما میبینید که ما در یک از نقاط بسیار مرتفع، واقعا مرتفع است که شاید بالای 3000 متر باشد، در مرز دقیق، در مرز بسیار نزدیک زابل قرار داریم، در آخرین نقطه جاغوری. اینجا منطقه پاتویه، پاتویی که واقعا در چند سال زحمت‌های بسیار فراوان کشیده و خوب نتیجه گرفته. امروز مردم تصمیم گرفتن، البته از سالها قبل، که در این منطقه سرخ‌تالا یک بند بسازه با کمک های خیرین خود، با کمک های دوستا و برادرها و وطندارای خود. اینجا ما آمدیم با جمع دوستا، با جمع رسانه های محلی و تلویزیونی و بین المللی. این بند ساخته میشه که ما فقط توصیه ما در قسمت تکنیکی این است که در قسمت محکمکاری زی دوستای ما باید زیادتر توجه داشته باشد، چون قبلا این سروی شده، قبلا نقشه شده، قبلا نمیتونم متا گپ ما این است که در قسمت محکمکاری زی، در قسمت رسوبگیر زی زیاد دوستا توجه کنه که هر قدر که رسوبگیر در قسمت بالایی بند بسازد تا رسوب را بتونه که در از موقعیت بند دور نگاه کنه، دور دور بتا ای بهتر خود بود. و در قسمت اسپلوی یا سرریزه
همچنان توجه باید داشته باشد حداقل 5 الی 6 متر از قسمت فوقانی یا تاج بند باید در نظر بگیره که در حدود 2 متر پایین‌تر و عرض زیر هم در حدود 5 الی 6 متر در نظر بگیره، چون ما همیشه پیش بینی از این باشیم که همو حد نهایی سیلاب رو باید در نظر بگیریم که حد نهایی سیلاب ما در این منطقه چقدر خواهد بود، پس امور از بیتانه کمی سرریزه ما از خود عبور بده تا باعث تخریب و یا تخریش بند ما نشود. امیدوارم که در این قسمت دوستا و کسایی که واقعا قبلا بزن کردن سروی کردن و در قسمت مسائل تحکیم کاری و در قسمت محکمیت ازی توجه بکنن و او موضوع را ما میخواییم که در هر بندی که در جاوری ساخته میشه و در اطراف جاوری سر همیشه تاکید ما ایسته که رسوبگیر اضافه کند، سروی که همی اسپلوی یا به حساب سرریزه را در نظر گرفته باشد و در قسمت اگر دوستا روش من دیزاینش ندیدم کانال رسوبکش یا خیتکش اگر در نظر گرفته باشد دور توجه داشته باشد که او بسیار مهم است، به خاطر از اینکه حتما اگر ما ریگ دور بتیم خیر دور داده نمیتونیم، یعنی مرد میایه پس مرد کشیدنش بدون خیتکش بسیار مشکل است که او توسط اونمو کانال رسوبکش از زیر باید در نظر گرفته شود. دوستایی که در اینجا قبلا دیزاین کرده ممکن گپا را در نظر گرفته باشد، میگه ما از دیزاین و از کاری که واقعا در این صورت میگرفت تشکر میکنم و واقعا این کارهای نیک کارهای خیر یک کار بسیار خوب است و امیدوارم که در کل افغانستان در کل مناطق در کل ولایات از شمال تا جنوب شی این کار صورت بگیره که ما تا به کیره آب خود بمانیم که از دست ما بره و خود ما توش نباشیم و خود ما پشت آب سرگردان باشیم. اگر این کار نکنیم دوستان میبینید که این مناطقی که واقعا مناطق بسیار دوردست است به خاطر آب مجبوره که منطقه خود یلا کنه رها کنه، پس در کجا بره؟ هر جای این مشکل است. امیدوارم که در این قسمت در قسمت محکمیت و تحکیم کاری زیبند توجه خوبتر صورت بگیره. تشکر از تمام رسانه و دوستایی که ما رو میبینید. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای مهربان، با درود و سلام خدمت تمام وطندارای عزیزی که ما را در گوشه و کنار عالم بیننده هستند. اموت که دوستا فرمایش کرد امروز مو در بام جاغوری قرار داریم، در جایی که تمام قریجات جاغوری را پیش چشم خود میبینیم. در شاید سوختاله آقای نجیر صاحب 3000 متر بالاتر آره ارتفاع داشته باشند و تفاوتی از این منطقه با تایلون دقیقا یک ماه هستند. خوشبختانه باور کن که پاتو به نحوی مدیون سوختاله است، به خاطر از اینکه آب سوختاله است که در بند رسول الله مارند و بند رسول الله هستند که قریجات پاتو را سرسبز ساخته. البته یک بخش آب سوختاله در بند رسول الله سرازیر میشه. آل گب گب اینیه که دینمی فصل سال که بخیر دیگه فصل برداشت و میوجات و همه چیز میگذره، بان هم در این منطقه بلند پاتو اینه قدر آب وجود داره. قراره که بخیر باز هم این یک مقدار زیاد آبی که سوختاله که به سمت ترناوه و قلهغنو و بینباریک مرا این مسیر هم بخیر سازش نوه و یک بخش زیاد آب سوختاله که به طرف میدان پایین و به طرف علوم ها مرا ای هم بخیر است سازی شود مهار شود. از او جهت فعلا متاسفانه خو یک رقمی هستند که سوختاله و باشندگان سابق خورن ندرن، منتها کار شود که سوختاله هم رونق و جمع جوش سابقه خش برگرده و یقیناً که ما متوجه شدیم که تعداد زیادی از مردم از گوشه و کنار جاغوری به خاطر تفریح و میله میان در اینج اینمی مهمانخانه جاغوری تبدیل شوه، سوختاله نام دیگهش باشه مهمانخانه جاغوری و در بادسیه بره ببینه چهار طرف جاغوری را و بعد از او بیایه اینج با باغهای سیب و بادام و با فارم های بسیار خوب و زراعتی در گوشه و کنار از این محیط منطقه انشالله مواجه شود. ما ضمن از این که به مهمان ها خوش آمدگویی میگیم و برایش آرزوی موفقیت داریم، عزیزایی که اهالی قریه که تلاش میکنه
تا قطره قطره آب خود را در اینجی مهار بکنه. خصوصا دوستا ما در دو بخش دو رقم کار را دیدیم، بعضی ها آب خود در پایین ترین نقطه مهار مونه، بعضی ها تلاش میکنه که آب در بالاترین نقطه مهار شود. یقین از مو فیصدی صد ثابت باشه که تلاش برای صورت بگیره که آب را از داخل و از پایین ترین سطح منطقه بیاره در بالا دست منطقه، کوشش بکنه در مناطق بالاتر مرتفع تر آب مهار شود تا خیر و برکت از او در چهار طرف از او برسه و در نتیجه کوی سرسبز و پرگل داشته باشیم و چشمسارهای در زیر از او از ساحه پر باشد از آب. وقتی که چشمسارها پر از آب بود، انشالله که کندوها هم در خانواده ها پر باشد از گندم و پر از آرد خواد بود و در نتیجه جیب مردم هم پر از پول خواد بود. از او خاطر در خانواده ها یک زندگی آبرومندانه شکل خواد گرفت. در صورت بی‌توجهی به آب، آبروی همه از بین رفتگی استن، فقر و فلاکت از در و دیوار سرازیر خواهد شد. دشمن دیرینه که فقر باشد همه را دشمن یک دیگر قرار خواهد داد و هزار و دو رقم بلا و مصیبت دامنگیر مردم خواهد شد. برای ریشه‌کن کردن تمام مصیبت ها فقط کافیه که آب این نعمت خدادادی را قدرش بدونیم. متاسفانه که مگر ما منابع آبی بسیاری از قریجات را تشکیل میده در حالی که خودم در کنار دریا لب تشنه هستیم. به امید روزی که انشالله همین قریجات و همین مناطق را که دیدیم به همت بلند و کوه مانند خیرین انشالله یک به یک جامعه عمل بپوشه و همه و همه انشالله به پایه اکمال برسه و در نتیجه جاغوری زیبا میلیون ها میلیون ها متر مکعب آب را ذخیره بکنه و افغانستان انشالله که میلیارد ها متر مکعب آبش را ذخیره بکنه. سلام دوستا و بیننده خوب ما، دوستایی که ما را میشن میبینن از گوشه گوشه از این وطن. ما امروز بازم در یک قسمت بسیار مرتفع و واقعا بسیار بلند قرار داریم که شاید بالاتر از 3000 متر ارتفاع داشته باشد. شما میبینید که آب بسیار خوب و گوارا از پیش ما جریان داره. این سرمایه است، این پول است، این نان است، این نعمت است و این واقعا زندگی است، زندگی برای حیوان و انسان در یک موقعیت بسیار بلند در فصلی که واقعا در هر جای فصل خوشسالی است، در اینجا آب جریان داره. این باید مهار شود، این دل آدم باید بسوزه. این ما مسئول هستیم که آب ما میره، این مسئولیت ما داریم، نه این آب. وقتی که آب در یک تک نقطه واقعا اگر ما ایر مهار کنیم کلی پاتو نه بلکه طرف ناوه طرف اتقول هم از این سراب خواهد. شما ببینید اگر ما امیر محاسبه کنیم در طول دوازدما در این ساحه بسیار بلند ذخیره شود، یعنی چهار طرف از این چی خواهد جور و این ظرفیتی ممکن است یک بند خورد ولی تمام کوا پر میشه. این یک ظرفیت بسیار کلان داره که شاید ما ایر مقایسه کنیم با بند کجکی با بند نغلو، چون اینقدر کوهایی که است شاید چندین برابر کجکی و نغلو این کوه حجم داره. پس امیده که ما ذخیره کنیم در رگ رگ از این کوه، یعنی اطراف از این شما ببینید که چی جور خواهد شد. پس این مسئولیت از ماست، یا ما مسئول هستیم یا ما مقصیر هستیم که آب ما از بیر ما میره به هدف همونطور بدون استفاده. پس امیدواریم که در این قسمت تک تک مردم ما هر جا و گوشه وطن ما باید توجه داشته باشد، سر آب خود کار کنه. واقعا به این منطقه یک پتانسیل بسیار خوب است این آب. بله بله. شما ببینید که در کل افغانستان اینقدر آب بسیار زیاد بوده است ولی هیچ کس توجه نکرده. امیدوارم که در آینده در این قسمت توجه زیادتر صورت بگیره. ان شاء الله.